منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، امروز آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با بسیاری از سفرهای حاضر اینجا در اسرائیل دیدار کرد. به نظر میاد که دولت او هم متوجه شده که چقدر نیازمند حمایت بین‌المللی هست، که می‌بینیم از یک طرف بعضی کشورها مثل بلغارستان خب دارن حمایت می‌کنن، ولی از طرف دیگه بعضی کشورهای دیگر مثل آفریقای جنوبی دیپلمات‌هاشون از این کشور بیرون می‌کنن. بله، این امر تازه‌ای نیست که من بارها هم گفتم که اسرائیل همیشه در زمینه نشان دادن آنچه که حقانیت خود میدونه از کشورهای عرب و از گروه‌های ترور فلسطینی عقب مونده، و علتش هم این است که وقتی که شما تصاویری رو در ابعاد گسترده میبینید که یک کودک زخمی شده، یک مادر مجروح شده، یک مرده رو با روی دست میبرن بیمارستان و غیره، اینها بسیار ترحم انگیزه. در واقع هر چه که جنگ طولانی تر میشه، بر فشار بر اسرائیل به هدف متوقف کردن جنگ افزوده میشه. بله، آفریقای جنوبی روابطش رو با اسرائیل قطع میکنه، بولیوی قبل از آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی از هنگامی که به استقلال رسید همیشه سیاست طرفداری از فلسطینی ها و به ویژه چریک های فلسطینی رو داشته و امر تازه نیست. دولت اردن سفیر خودش رو از اسرائیل فرا میخوانه و در سازمان‌های بین‌المللی و جمله سازمان ملل و بسیاری دیگر از کشورها خواهان متوقف شدن جنگ هستند و می‌گویند به علل انسان دوستانه، ولی یک نکته رو در نظر نمی‌گیرند که اگر اسرائیل در حال حاضر جنگ رو متوقف بکنه، تنها نتیجه‌اش می‌تونه تقویت حماس و نفس کشیدن حماس و زنده ماندن حماس بشه، و این در حالی که هدف اعلام شده اسرائیل ریشه کن کردن توان تروریستی و آدمکشی حماس است. این فشارها از طرف دنیا و حتی از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد بیش و بیشتر میشه، و در داخل اسرائیل هم افسران عالی رتبه و اونهایی که به امور جنگی و سیاست بین المللی آشنایی دارن میپرسن که چراغ سبزی که هنوز اسرائیل داره و تازه داره چشمک میزنه که وقت داره تمام میشه، این چراغ تا کی قرمز خواهد ماند و تا کی سبز خواهد ماند و قرمز نخواهد شد. به خوبی احساس میشه که ایالات متحده هم تا حدودی داره صبر خودش رو از دست میده، چون آمریکا بسیار نگرانه که ادامه این جنگ به گسترش دامنه اون بیانجامه. ما میبینیم که حزب الله در شمال بر شیوه جنگی خودش افزوده، اون رو خطرناکتر کرده، سلاح‌های کشنده تری رو به کار میبره، حیفا رو هدف قرار میده، سران گروه‌های ترور موسی ابو مرزوق، اسماعیل هنیه و دیگران مرتب به تهران میرن. حکومت ایران تهدیدهای خودش رو علیه ایالات متحده بیش و بیشتر میکنه. آمریکا یک نیروی نظامی بسیار قدرتمندی رو به خاورمیانه فرستاده، ولی هنوز همچنان آمریکا نگران جنگ احتمالی با چین هست. چین خودش رو برای حمله و اشغال تایوان آماده میکنه. اینها همه باعث میشه که فشار بیارن به اسرائیل که جنگ رو متوقف کن، و اسرائیل نمیتونه جنگ رو متوقف بکنه بدون اینکه به هدف خودش برسه. اسرائیل قربانیان بسیاری داده، خسارات بسیاری دیده، به قدرت بازدارندگیش آسیب جدی وارد آمده و باید این جنگ رو ادامه بده. اگر مردم غزه آب ندارن، دارو ندارن، غذا ندارن و دیگر، اینها رو همه رو به خاطر حماس. ما که جنگ رو شروع نکردیم، حماس بود که شروع کرد و باید میدونست که چه قیمتی رو باید بپردازه. در میان فشار بین المللی، و وقتی میگم بین المللی بیشتر کشورهای غربی هستن، ما تقریبا بی اعتنایی کشورهای اسلامی و عرب رو میبینیم. ببینید، شما الان خبر دادید که اروپا 1,250,000,000 دلار تصویب کرده کمک مالی برای مردم آسیب دیده غزه. دو امیرنشین قطر
تا به حال صدها میلیون دلار، نمیدونم دقیقا چقدر، صدها میلیون دلار به گروه تروریستی حماس در غزه پول داد که خودش رو تقویت بکنه. هنوز نشنیدیم که حماس، که قطر بیاید و مقداری پول رو برای تامین رفاه مردم غزه یا کاستن از اون آسیب‌های وارده سرمایه گذاری بکنه. حماس می‌بینیم که مرتباً اخباری رو درباره وحشیگری اسرائیل، بربریتش، حمله به بیمارستان‌ها و غیره منتشر می‌کنه، تعداد قربانیان رو روز به روز بیش و بیشتر می‌کنه و هیچ مرجع بین‌المللی نیستش که بیاید و این آماری رو که حماس منتشر میکنه مورد بازرسی قرار بده. یونیسف و دیگر سازمان‌های بین‌المللی همیشه استناد میکنن به اخبار تعداد تلفات اون گونه که حماس اعلام میکنه و ما بارها دیدیم که این آمار واقعیت نداره. در حال دنیا به این جزئیات آگاهی نداره یا بی‌اعتنایی میکنه. گروه‌های اسلام گرا، گروه‌های ضد یهود، گروه‌های یهود ستیزی که در آنتیسمیت در کشورهای اروپایی و حتی در ایالات متحده روز به روز بر اعتراضات خودشون می افزایند، در دانشگاه‌های ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر جو ضد اسرائیلی و ضد یهودی به شدت تقویت میشه، گسترش پیدا میکنه. ولی اسرائیل باید به هدف خودش برسه. اگر اسرائیل شکست بخوره در غزه، اگر اسرائیل جنگ رو ناتمام بذاره، اگر حماس به پا خیزه دوباره، ما فردا با جنگ خونین تری، با کشته های بیشتری روبرو خواهیم شد، رنج و محنت بیشتر خواهد شد. خطر این که جنگ گسترش پیدا کنه و حکومت اسلامی ایران و حزب الله لبنان هم در ابعاد گسترده واردش بشن بسیار تقویت پیدا میکنه. بنابراین اسرائیل با استناد به آنچه که گفتم میگوید که این جنگ رو ما باید به نتیجه برسونیم، حماس باید از قدرت بیفته و آنگاه آرامش برقرار میشه و اون موقع است که باید فکر کرد که چه آینده‌ای رو برای غزه ما پای ریزی بکنیم که دیگه به کانون ترور مبدل نشه و بتونه با در کنار اسرائیل با همزیستی و همکاری و همیاری به سر ببره.